با بهترین درودها ها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه شامگاهی صفحه یک تا 20 دقیقه مروری خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان نخست مروری میکنیم بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب اعلام رسمی پایان بحران پی در پرونده هسته ایران از سوی آمانو و موج از واکنش های مثبت مسئولین جمهوری اسلامی the 2009. همینطور انتشار جزئیاتی از انتخابات اسفند ماه ایران با احتمال برگزاری انتخابات الکترونیک در های رقابت ها اظهار موضع همزمان جان کری و عباس عراقچی با استقبال از آغاز اجرای برجام و در عرصه منطقه‌ای آخرین تلاش های آمریکا و روسیه برای تصویب قطنامه صلح سوریه تا آغاز ماه ژانویه میلادی Eye to eye on every single aspect of Syria, we certainly agreed today, and President Putin agreed, that we see Syria fundamentally very similarly. We want the same outcomes, we see the same dangers, we understand the same challenges. And we all that a و کماکان ترکیه بر خط تنش با روسیه بر سطح آب و دریا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 25 آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک با مشروح چند خبر کوتاه از ایران منطقه و جهان برنامه را پی میگیریم. آمانو و گزارش های تازه صدرنشین تمامی رسانه های داخلی و خارجی بود. شورای حکام آژانس بین انرژی اتمی دیروز سه شنبه 24 آذر ماه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن پرونده اتهامی مربوط به تلاش های ایران برای ساخت سلاح هسته ای را میبندد. بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی ایران بخشی از توافق جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی است که 23 تیر ماه امسال در وین به دست آمد و بر اساس آن تهران پذیرفته بود بخش زیادی از فعالیت های اتمی را نیز به حال تعطیل درآورد و در مقابل تحریم های بین المللی علیه آن تعلیق یا لغو شوند بر اساس قطنامه روز سهشنبه شورای حکام دوازده قطع نامه پیشین آن که بین سالهای 2003 تا 2012 درباره اجرای پادمان از سوی ایران و مطالعات ادعایی تصویب شدن لغو می‌شوند اقدام دیروز سهشنبه شورای حکام آژانس که 35 کشور نیز عضو آن هستند پس از آن صورت میگیرد که مدیر کل این نهاد بین‌المللی ماه پیش گزارش داد ایران در گذشته بر روی پروژه‌های های سلاح هسته‌ای کار کرده است با این حال در گزارش تصریح شده بود که اقدامات ایران از مرحله مطالعاتی فراتر نرفته بود و اما روزنامه های امروز ایران به طور یک پارچه ای به پوشش گسترده این رویداد پرداختند. جز یک روزنامه از کمپ اصولگیرایان حتی سایر روزنامه های کم اردوگاه اصولگیرایان و منتقد دولت نیز گویا به طور کلی از یک سیاست هماهنگ پیروی کردند و به انتشار این رویداد پرداخته بودند نمونه هایی از روزنامه های امروز رو مرور می کنیم روزنامه ایران ارگان دولت حسب انتظار تمام نیم صفحه اصلی را به این موضوع اختصاص داد و با تیتری دو پایان اتهام آن را نتیجه دیپلماسی اعتدال دانست که پرونده دوازده ساله مناقشه هسته ای ایران را بست این روزنامه در گزارش اصلی به جزئیات نشست دیروز شورای حکام نیز اشاره کرد از جمله به نقل از ظریف مدعی شد که پرونده موسوم به پی ام دی به تاریخ پیوست و یا به نقل از آمانو گفت امروز روز مهمی برای ایران است دوازده سال فشار و تحریم پایان یافت دیگر روزنامه ها نیز عمدتا با خانشی خوشحال و خوشنود به استقبال این واقعه شرفتند از جمله روزنامه ابتکار که نوشته بود پی ام دی به تاریخ پیوست و در این راستا خبر داد که سه هفته دیگر تمامی تحریم ها به طور کامل برداشته خواهد شد و روزنامه ی تعادل در یک گزارش سه صفحه ای صفحه یک را این گناه راست که میبینید ایران تبرعه شد در این میان اما روزنامه های و نزدیک به نهاد رهبری ایران برخلاف مخالفخانی های همیشگیشان به نحوی نرم کوشیدند بدون حاشیه نگاری های مرسوم به انتشار رویداد مزبور به پردازن. از جمله روزنامه کیهان همینطور روزنامه رسالت و یا سیاست روز اما در این میان روزنامه وطن امروز باز به موضوع بسته شدن پرونده واکنشی دوگانه نشان داد و عملا با تیتری تعنه آمیز و تفرق افکن دو پهلو تیت زد پرونده باز بسته که احتمالا اشاره داشت به تهدیدهای های آمریکا و شورای حکام در صورت نقض برجام از سوی ایران که گفته بودن تحریم ها باز خواهد گشت خبرها و نظرها را با چند واکنش از سوی مسئولین جهانی پی میگیریم در همین راستا در ایالات متحده آمریکا در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا به استقبال آن شتافت در سوی دیگر ماجرا خانم سامان سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل از احتمال تحریم های تازه در صورت نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی خبر داد سیاست همزمان هویج و چماق در داستان هسته کماکان ادامه دارد در این راستا سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از انتشار گزارش ها در مورد نقض یکی از قطعنامه های مربوط به ایران در پی آزمایش موشک اماد گفته است آمریکا برای اقدامات عملی علیه تهران فشار خواهد آورد نماینده آمریکا در سازمان ملل کشوری که همراه با بریتانیا فرانسه و آلمان خواستار انجام تحقیقات در مورد آزمایش موشک اماد شده بود میگوید واشنگتن فشار خواهد آورد تا اقدامات عملی در مورد نقض قطنامه صورت گیرد و اما در دیگر سوی ماجرا جان کری وزیر خارجه امریکا نیز با صدور بیانیه ای اعلام داشت که گزارش دوم دسامبر آژانس با گزارش های پیشین ما نیز همخانی دارد به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری روز سهشنبه 24 آذر ما با ذکر این مطلب در عین حال گفت از اینکه پرونده ابعاد احتمالی نظامی یا موسوم به پی برنامه هسته ای ایران در این روز در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته شده است استقبال می کند کری در بیانیه که در این خصوص منتشر کرده بود اشاره کرد که این قطنامه به آژانس بین انرژی اتمی اجازه می دهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راستی آزمایی برجام متمرکز کند از عرصه هسته ای عبور می کنیم و با نگاهی به چند رویداد کوتاه منطقه ای خبرها را پی می گیریم. خط تنش ترک ها و روس ها همچنان بر سواحل سیاست منطقه ای موج می اندازد. در تازه‌ترین گزارش ها اعلام شد که بعد از درگیری روز یکشنبه هفته جاری که یک کشتی روسی با یک قایق ترکی در دریای اژه به تنش خورده بودند مجددا یک کشتی روسی یک کشتی ترکی در دریای سیاه را واداره به تغییر مسیر کرد شرکت نفت و گاز نچرنوتومو که در منطقه کریمه فعالیت می کند اعلام کرد که یک رزمناو و قایق های گارد ساحلی روسیه یک کشتی تجاری با پرچم ترکیه را که در نزدیک یک سکوی نفتی در حرکت بود مجبور به تغییر مسیر کرد روسیه روز یکشنبه گفته بود که یک رزم ناو روسی هنگام عبور در دریای اژه در خطر برخورد با یک قایق ترکی قرار گرفت و به همین دلیل وابسته نظامی ترکیه در مسکو برای ادای توضیح در این مورد فراخوانده شد کماکان سوریه روسیه و ترکیه بر خط خبرها خودنمایی می کنند. در تازه ترین اظهار موازه زد و نقیز در حالی که ارتش آزاد سوریه از پشتیبانی روس ها به نفع داعشیون خبر میدهد دولت روسیه اما از عملیات حمایتی به نفع ارتش آزاد پرده تازه کنار زد وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که جنگنده های این کشور عملیاتی را در حمایت از چهار گروه مخالف دولت بشار اسد در مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام داده است به گزارش رویترز این بیانیه ستاد کل ارتش روسیه همزمان با مذاکرات جان کری ولادیمیر پوتین و سرگئی لاواروف در مورد مسائل سوریه منتشر شد در این بیانیه اشاره شده بود که این عملیات در حمایت از 5000 نیروی مخالف دولت بشار اسد و نیز نیروهای دولتی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی انجام شده است کماکان بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با کاوشی بر آخرین یادداشت‌ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا مباحث هستی کماکان ستون های اصلی روزنامه ها رو به خود اختصاص داد از جمله روزنامه بهار در یادداشتی با اشاره به بسته شدن ابعاد جنجال برانگیز و نظامی هسته ایران موسوم به PMD با یک پیشفرض احتمالی طرح سوال می کرد که اگر آژانس بر گذشته تاکید کند و باعث موزیگیری منفی ایران شود شاهد چه نتیجه خواهیم بود و در یک صورتبندی چند وجهی نتیجه گرفت که یک فرض این است که طرفهای های غربی به سمت افزایش تحریم و ایران به سمت افزایش توانمندی هسته خود بروند یا آنها به سمت جنگ و ایران به سمت مقابله با جنگ برود که هیچ یک از این گزینه ها گزینه جایگزین مطلوبی برای هیچ یک از طرفین نیز نیست از منظر نویسنده ی روزنامه تحول بهار غرب بر اساس دیدگاه خود پذیرفته که گذشته را کنار بگذارد و معتقد است که حال باید تمرکز را بر اقداماتی که از امروز به بعد صورت میگیرد بگذارد آژانس و غرب از امروز به بعد تحت توافق برجام میتوانند برنامه هسته ای ایران را تحت نظر داشته باشند چرا که بر اساس برجام ما پروتکل الحاقی داوطلبانه اجرا خواهیم کرد حال با وجود رأی به مخدوم شدن پرونده پی ام دی در آینده امکان این که بخش از این پرونده به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده شود به سختی وجود دارد و اما روزنامه اعتماد که گویا کلیت بحران هستی ایران را یک قائل خوانده بود از ختم قائل خبر داد و در یادداشت اصلی شماره امروز به قلم جاوید داوود اغلو از مدیران پیشین وزارت خارجه ایران معتقد بود که با بسته شدن همیشگی پرونده ایران اجرای مهمترین توافق سالهای اخیر در عرصه بین المللی فراهم شد ادامه میدم با دیگر یادداشت داشت سیروس ناصری از مردان پیشین مذاکره هستی در عهد اصلاح ها در ستون اول دفتر روزنامه ایران با انتشار یادداشتی با عنوان بایگانی اختلاف های آژانس و ایران اینگونه گونه کرد که گزارش آژانس سه نتیجه گیری کلیدی و تعیین کننده ای دارد که دست آن برای ایران فراتر از مخدوم کردن اتهامات گذشته است مهمترین آن اینکه شورای حکام پذیرفته که هیچ نشانه ای از انحراف مواد هسته در مقاصد صلحآمیز ایران مشاهده نشده است این نکته به زمین نویسنده جهش و نقطه جدیدی است اعلام شده که برنامه سوخت هسته ایران هیچ انحراف و جهتگیری تسلیحاتی نداشته است و حداقل بعد از سال 2009 هیچ نشانه ای از هیچ فعالیت غیر صلحآمیز در برنامه هسته ایران دیده نشده است ورق میزنیم و ادامه میدهیم با سایر موضوعات برگزیده در روزنامه دیگر مباحث انتخاباتی کماکان در سرستون های گزارش های اصلی صفحه یک روزنامه های مختلف کشور جای پررنگی داشت روزنامه شرق مصاحبه اختصاصی انجام داد با علی محمد بشارتی وزیر کشور عهد هاشمی که در دوران وزارت کشوریش در واقع پدیده دوم خرداد رخ داد و خاتمی به عنوان رئیس جمهوری برگزیده شده بود در بخشی از شهر این گفتگوی خاندنی از آن ایام که بی تناسب هم نیست با این ایام که رنگ و بوی انتخابات هم گرفته به نقل از بشارتی از جمله میخواندیم که ساعت یک نیمه شب ناطق نوری زنگ زد گفت چه خبر گفتم شیخ رای نیاوردید گفت پس من چه کار کنم گفتم اگر میخواهی نامت به بزرگی در تاریخ ثبت شود در اطلاعیه پیروزی خاتمی را تبریک بگو ایشان هم با مشاور خودش آقای نویسی مشورت کرد و اطلاعیه داد بشارتی در ادامه این گفتگو اشاره کرد که آن چیزی که برای من محرز بود این بود که این بار برخلاف توقع اتفاقی در حال شکل گیری بود بشارتی در پاسخ به این سوال که توقع شما کاملا این بود که اسم آقای ناطق نوری از صندوق بیرون بیاید این گونه جواب داد که بله ما دو تا بولتن روزانه داشتیم یکی را برای آقا و یکی را برای هاشمی رفسنجانی میفرستادیم نظرسنجی ها تا روز سی و یک ارده بهشت مشخص نمیکرد که کدام برنده قطعی خواهند بود حدس من ساعت یازده روز جمعه این بود که خاتمی برنده خواهد شد قبل از اینکه همه اعلام کنند من آقای هاشمی را صدا کردم خواب بود خانومش گفت آشق اکبر خواب است گفتم بیدارش کن اولین خبر را من به آقای هاشمی دادم و خبرنگار میپرسد واکنش آقای هاشمی چه بود چه کار کرد میخواهیم بدانیم خوشحال شد یا عکس العمل خاصی نشان نداد که بشارتی جواب داد خیلی خوشحال شد به دلایلی که الان جای شرحش نیست ولی آقای هاشمی از انتخاباتی که ما برگزار کردیم لذت برد که احتمالا حاوی این نقد نرم و نهان بوده که در همون دور اول محمود احمدی نژاد گویا یا هاشمی رفسنجانی آن هنگام که خودش رقیب محمود احمدی نژاد بود و نتیجه انتخابات رو مقشوش میدانست و در نامه گلایه آمیز به خامنه ای و ملت گفت به خدا واگذار می کند همان زمان نیز گلایه محرمانه ای به خاتمی نوشت که نتوانست از عهده انتخابات براید و احمدی نجاد از صندوق کشیده شد این در حالی است که در دوم خرداد نیز فشارهای سازمان یافته زیادی بود اما وزارت کشور دولت رفسنجانی خاتمی را سالم از صندوق بیرون کشید ادامه میدهم در وقت باقی مانده با مطالب برگزیده دیگر با یکی دو مطلب دیگر برنامه رو پی میگیریم روزنامه آفتاب یزد نیز تمام انتخاباتی آراسته شد در مطلب اصلی آفتابی یزد روزنامه نزدیک به طیف تحول ایرانی می که چهره های برند اصلاحات رد صلاحیت می شوند. این مطلب که در گفتگوی با محسن صفایی فراهانی صورت گرفته بود مدعی شده بود که ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان عملیاتی نمی شود همین روزنامه جبهه اصلاح طلبان ایرانی مطلب زیرین و دوم خود رو در صفحه یک به آغاز نوعی نزای انتخاباتی با بدخلقی های متعارف انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد و از حک اینستاگرام خمینی جوان خبر داد و در واقع از آن به عنوان اولین هشدار نیز یاد کرده بود لازم به توضیح است که اعلام حضور حسن خمینی برای انتخابات خبرگان رهبری موجب موج جدیدی از جدال ها و نزاع ها و تفسیر ها و تحلیل ها حول این مجلس کلیدی رهبرساز ایران شده است گویا تم وقت هست همچنان روزنامه کیهان در یادداشت امروز به عنوان خبرگان خط خمینی بدون ذکر نام سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی تلاش داشت به آنها بتازد که تاخت نویسنده کیهان در جای جای این یادداشت بلند به تکریم شیخ های شوریده منطقی از جمله شیخ شوریده نیجریی پرداخت و با تفسیر و واکاوی دو واژه سید و شیخ به گونی کوشید که سید حسن خمینی را روی روی سید حسن نصرالله بنشاند و شیخ نمر روحانی شوریده محکوم به اعدام عربستانی رو نیز مقابل شیخ علی اکبر حاشمی رفسنجانی قرار دهد و سایر نامزدهای احتمالی مجلس خبرگان که از سوی آنان نیروهای ناهمسو محسوب میشوند همگان روی روی دیگران قرار گرفتند که در بخشی از این یادداشت با لحنی آکنده از کنایه و تعنه بدون ذکر نام رفسنجانی و سید حسن خمینی نوشته بود که مردم ما خواص و خبرگان را همین جاها شناسایی میکنند و به ثبت میرسانند که خمینیون و خبرهای خط خمینی و خامنهای چه کسانی هستند امثال ابراهیم زکزاکی ها که همین روحانی شوریده نیجریهی که پول گرفت و شیعه می سازد پرچم خامنه ای رو بلند کرده است و جمعیت شیعه رو در نیجریه از 10 تا 15 میلیون نفر رسانده و تظاهرات روز قدس برگزار می کند. یا آنان که بستری فراهم ساختن به زعم کیهان تا حرمت شکنان از نغز نلبنان هم عبور کنند و پنجه به آشورای حسینی بکشانند که هم مردم ما چگونه باور می کنند. فلان شیخ نگران فلان سید منتصب به امام است در حالی که وقتی به خود امام و میراث از جان عزیزتر او یعنی ولایت فقی جسارت شد در جبهه مهاجمان قرار داشت نه مدافعان که کنایه آشکاری بود به حاشمی رفسنجانی که این روزها به دفاع از سید حسن خمینی برخواست. و با این مطلب وقت برنامه شب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر شما خوبان خدا حافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود